هواداران حزب جنبش حمایتشان را از عطا محمد نور، والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در برابر توطئه‌های اخیر ارگ و آشوبگران اعلام کرده و میگویند در برابر توطئه‌ها و آشوبگران بسیج میشوند و حکومت مرکزی نیز به عوض رقابت‌های ناسالم باید برای تامین امنیت کشور تلاش کند. در همین حال عطا محمد نور، والی بلخ، میگوید حلقه‌های در صدد ناامنسازی بلخ هستند، اما وی نمیگذارد که آنها به خواسته‌هایشان برسند. ارسلان ارشکین گزارش میدهد. هواداران و اعضای حزب جنبش ملی از ولایت‌های بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان حمایتشان را از عطا محمد نور، والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرده و میگویند که آنها در هر شرایطی در کنار وی هستند و از رهبری ولایت بلخ در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم ستایش کرده و در مقابل توطئه‌ها و آشوبگران بسیج میشوند. اعضای رهبری ایشورا بخصوص در آخر در برابر شما انجام میت دولت یک بار دیگر بسیج خود به شما اعلان بکنم و همچنان به نمایندگی از اعضا و هواخواهان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از ولایات مختلف که در این روزا تماس میگیرند تا با تشکیل گردهمایی‌های وسیع از حمایت خود از ایجاد شورای را میکنند و همچنان در برابر خونسا کردن این دستای بسیج شوند. در صورتی که ضرورت باشه به خاطر قلق نمودن این عناصر اجنبی، کسایی که میخواهند که امنیت و آرامش مردم ولایت بلخ برهم بزنه، ما با جان و دل در کنار شما هستیم و تحت فرمان شما حاضر هستیم با اینها مقابله بکنیم، هر کسی که باشه. فقط امو قسمی که شما همیشه در هر حالتی که مدبرانه و با یک تصمیم قاطع ایستاد شدین در مقابل هر نوع ظلم و بیدادگری، امروز هم شما اگر صدای بکنین بالای ما، ما همه اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به هدایت معاون صاحب اول کشور به فرمان شما حاضر هستیم. تمامی اقشار جامعه ای که در افغانستان زندگی میکنه در کنار شما و شورای عالی ائتلاف افغانستان استاده خواهد شد و در کنار شما انشالله که انشالله تعالی سرهای خود فدا خواهد کرد. به نمایندگی از اساتید، فرهنگیان، مؤثرین و روشنفکران، حمایت قاطع و همه جانبه خود از تشکیل شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان اعلام می‌داریم و تا آخرین رمق حیات در پهلوی شما خواهیم بود. اینها میگویند که حکومت مرکزی به عوض توطئه و رقابت ناسالم علیه رهبران ائتلاف ملی برای نجات افغانستان باید امنیت را در کشور تأمین کند. آیا اینا چشمشان کور است؟ گوششان کر است؟ نمی‌بینند والی صاحب ولایت سرپل هرچی میگه که برای ما کمک روان کو، هیچ کمک نمیرسه، به داد ملت هیچ کس نمیرسه. ما تا آخرین حیات از این وطن حمایت خود را از ائتلاف نجات ملی افغانستان اعلام میکنیم. هیچ کسی شما را بدنام کرده نمیتونه، کل ملت در پای شما است. روز تمام روز در وطن ما ناامنی ها زیاد شده میره، مردم پریشان شدن، حتی اقتصادشان ضعیف شدن، وظیفهشان صحیح رفته نمیتونن درست. از سوی هم عطا محمد نور، والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که هیچ توطئه‌ای نمیتواند پایه های مردمی رهبران ائتلاف ملی برای نجات افغانستان را تضعیف کند. با این حال وی میگوید که حلقه های میخواهد تا بلخ را ناامن سازد، اما وی اجگاهی نمیگذارد تا به خواسته های شومشان برسد. و هر توطئه را کنارا بندازن یا در نطفه یا در نیمه راه خونسایش میکنیم. اینا بسیار توطئه ها را راه انداختن که خونسا شد. از کمینگیری جناس منصب اول گرفته تا برنامه بعدیشان و سقوط ولسوالی ها به نوبت، حتی سقوط قندوز. سقوط قندوز هم فقط شکست مردم ما شما بود که ما شما مردم ما شما را ذلیل بسازند، مجاهدین خار بسازند، سلاحای اینا دست بره، مقاومت ضعیف شوه. دوباره شکست به می منظور بود. حتی اینا تصمیم دارن اگر دستشان برسه برای یک شب روز هم اگر شب مزار سقوط بتن که بازو وقت بگوین که هم ضعیف کنن ما شما را، هم بشکنن ما شما را خدای را خواسته، و هم بعد بگوین که دیگه آل تغییرات ضرورت است و دوباره اجرات که بر میل ما شما و بر وفق مراد مردم نبوده باشه راه بندازن و باره که دیگه اینجا مدیریت ضعیف است و کفایت نبود و باید این شوا چنین شوا چنان شوا.
ایران برتن اطمینان میتن که در نطفه خونسایش میکنیم با کمک خودم با آرمانشان نمیرسن. آقای نور میگوید که شورای ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در پی آوردن اصلاحات در هر بخش نظام است و این ائتلاف حمایت میلیونی مردم را با خود دارد. با جور کردن کمیسیون گویا منتصب به نام انتخابات از دقایق خود را ایجاد بکنند، در یک محور جمع بکنند، بعد صندوق ها را پر بکنند و کسی را برنده بخواهند اعلان بکنند، این آرمان را میده به گل خواهد بود. با قوت و نیروی مردمی و با ابتکار و بیداری سیاسی شما جلوی این کارم در آینده گرفته خواهد شد. این خوابشان هم به یقین تبدیل نمیشه، چون این ائتلاف با وجودی که سه حزب قدرتمند و بعضی حزبای دیگی از برادران ما در شمال که عضویتی را حاصل کردن، شورای ترکمنه های ما، قزلباش های ما و همچنان بلوچ ها که شما من در صفحات فیسبوک ما دیده باشین آمدن، رئیس های این شوراها شورای قومی آمدن حمایت اعلان کردن و شورای انسجام عرب های ما در بخش های مختلف برادرای جنوبی ما آمدن، با برادرای مشرقی در تماس هستیم، با برادرای قندهار و لو قندار به تماس هستیم. خیلی جنوب غرب حضور ما شما بیز گسترده هست. از حضور همه اینها شما میدونن که یک قدرت با رأی و نفوذ مردم ایجاد میشه که هیچ نوع نیرنگ و فتنه و دروغ و فریب نمیتونه که در تعیین سرنوشت ما و شما آنچه را که نمیخوایم حاکم بسازه. آقای نور همچنان میگوید که فرق میان عذاب جمعیت، جنبش و وحدت نمی باشد و در برابر ارنوه خودسری ها با آوردن اصلاحات و خواسته های مردم سادگی خواهد کرد.